همه ما دوران بلوغ رو به یاد داریم. ممکنه اندامتون به هم ریخته باشه یا ناخوشایند باشه، از در آوردن موهای زائد بگیر تا جوش زدن و بد اخلاقیاش. باید بهتون بگم که این اولین باری نبوده که شما به بلوغ رسیدید. نوزادان هم با پشت سر گذاشتن مراحلی میزان هورمون در بدنشون افزایش پیدا میکنه و گاهی اوقات عوارض هم داره. دقیقا مثل دوران بلوغ نوجوانی این موضوع بدنشون رو برای ادامه حیات آماده میکنه. ولی در حال حاضر بلوغ منظم که اهمیت داره، چون بدن رو برای تولید مثل بالغ میکنه. اما نوزادان نیازی به بچه دار شدن که ندارن. پس این سوال پیش میاد که چرا یه نوزاد بلوغ رو باید طی کنه؟ اولا باید بگم که چیزی که نوزادان به عنوان بلوغ تجربه میکنن فقط به هورمونای جنسی مربوط نمیشه. کورتیزول هورمون استرس که در دوران نوزادی هم بالاست. چرا؟ چون موقع تولد استرس برای مادر و برای نوزاد خیلی زیاده. کورتیزول همونطوری که هورمون استرس‌گریزه به بلوغ نوزادان هم کمک میکنه. برابری نوزادان آماده تنفس میشن و همچنین متابولیسم نوزاد رو بالا میبره تا مقداری از گرمای بدنش رو تامین کنه. ولی برخی عملکردهای بدن که کمتر ضروری هستن رو کاهش میده. مثل چی؟ مثلا رشد مو. و الان میخوام راجع به بلوغ صحبت کنم. بله، هورمونای تولید مثل هم افزایش پیدا میکنن. بیایید از تستوسترون شروع کنیم. جالبه چند هفته پس از تولد شروع به افزایش میکنه. تا 6 ماهگی این هورمون مقدارش بالا میمونه. میدونی سطح تستوسترون نوزاد پسر 2 ماهه به اندازه یک مرد بالغ ثبت شده. افزایش تستوسترون در دوران بلوغ توسط محور هیپوتالاموس، هیپوفیز، گاندال یا HPG ایجاد میشه. این قدهیه که قده هیپوفیز و قدرت تناسلی شما رو به همدیگه وصلش میکنه و مسئول اینه که به اندام تناسلی شما بگه که هورمونای رشد رو تولیدش کنند یا بسازن. در آزمایشگاه میتونیم هورمونهای قده هیپوفیز رو اندازه‌گیری کنیم، مانند هورمونهای محرک فولیکولی، یا حتی میتونیم این هورمونها رو مستقیما از قدرت جنسی اندازه‌گیری کنیم. این هورمونها حتی در زمانی که جنین در رحم مادرم هست مفیدن، چون به تمایز یافتن بافت ها کمک میکنن. جالبه که HPG در نوزادان دختر هم وجود داره، اما الگوی ترشح هورمون و زمانبندیش کمی متفاوته. هورمون های هیپوفیز و استروژن افزایش پیدا میکنه، ولی به نظر میرسه که اندازه این هورمون ها در افراد مختلف متفاوته. خوشبختانه به غیر از خون، هورمون ها رو میتونین در بزاق و ادرار هم اندازه‌گیری کنین که این کارو برای دکترها خیلی راحت کرد. حالا این سوال پیش میاد که این همه بلوغ برای چیه واقعا؟ اندام تناسلی برای انجام تولید مثل در نوزاد آماده نیستن، اما ترشح هورمون‌ها در طول رشد جنینی به بدن کمک میکنه تا برای رشد کردن آماده بشه و برای رشد کل بدن مثل تمایز سلول‌ها، درست کردن اندام‌ها مناسبه. هورمون‌ها به ندرت فقط مخصوص چند تا کار توی بدنن، ولی این هورمون‌ها اکثرا چند تا کار انجام میدن. مثلا هورمون تستوسترون در بدن نوزاد پسر در متابولیسم و رشد مهارت‌های زبانی رابطه مستقیم داره و خب به باربری در بزرگسالی هم که خودتون میدونین مربوطه. اما آیا سطح استروژن هم روی سطح رشد یا باروری نوزادان دختر تأثیر داره؟ میدونیم که نوزادان دختر ناقص سطح هورمون شدیدتری رو تجربه میکنن. پس این حداقل سرنخیه که وجود داره و ارتباط هورمون با رشد رو به ما نشون میده. راستش ما اصلا اطلاعات دقیق از این که چرا بلوغ در نوزاد اتفاق میفته نداریم. چه برسه به این که بدونیم که چه اتفاقی میفته که این بلوغ تا دوره نوجوانی متوقف میشه. ما الان میدونیم که علاوه بر دوران نوجوانی، بلوغ در دوران نوزادی هم وجود داره و میتونه برخی تغییرات فیزیکی رو هم به همراه داشته باشه. بعضی از نوزادان که حتی با موهای پرپشت به دنیا میان، بعد یه مدتی دیدی موهاشون نازک میشه یا میریزه. دلیلش هم میدونی واسه چیه؟ به خاطر افزایش ترشح هورمون کورتیزول که بهش اشاره کردیم. کورتیزول از رشد بیشتر مو جلوگیری میکنه. بنابراین پس از توقف یا متوقف شدن کورتیزول، مجدد موها دوباره رشدشون رو از سر میگیرن. بعضی وقتا هم وقتی موهای کودک مجدد رشد میکنه، رنگ و بافت متفاوتی از قبل داره. افزایش تستوسترون در نوزادان پسر بر رشد دستگاه تناسلیشون هم تأثیر میذاره، اما خیلی قابل توجه نیستا و بیشتر این تغییرات درون سلولهای داخلی بیضه اتفاق میفته.
در حالی که تولید اسپرم تا دوران بلوغ اتفاق نمیفته، ولی پیشسازهای اسپرم در دوران بلوغ نوزاد اتفاق میفته و حتی مواردی از رشد سینه و خونریزی‌های واژینال در دوران نوزادی دختری وجود داره که دخترانی که حالا زودتر به دنیا آوردن این قضیه داخلشون گزارش شده. این موضوع احتمالاً به دلیل کاهش سطح استروژنه که هنگام جدا شدن از منبع هورمونی مادر اتفاق میفته، اما این علائم خود به خود بعد از گذشت چند ماه از بین میره. رشد موهای زائد و رشد ناگهانی از بارزترین نشانه های بلوغ در نوجوانیه. پس اگر هر نوجوانی رو دیدیم که این تغییرات مثل موی زائد و بد اخلاقی رو داشت، خنده داره بگیم که این تغییرات مشابه همونیه که تو دوران نوزادی هم تجربهش کرده. پس دفعه دیگه اگه نوزادی رو دیدید که داشت گریه میکرد، کمی درکش کنید و همدردی کنید. بلوغ خیلی بیرحمه، حتی از نوع خیلی کوچیکش. امیدوارم که ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر از این سبک ویدیوها لذت میبرید، ویدیو لایکش کنید، ما رو دنبال کنید و در آخر چند ویدیو بهتون پیشنهاد داده میشه که اونا رو هم میتونید ببینید. خدا نگهدارتون باشه.